دلم میخواد یه فیلمم تو جشنواره فجر نشون داده بشه، به دلیل تسلیتی که به این همه آدم دارم. پیوستن هنرمندان بیشتر به تحریم جشنواره فجر با وجود تهدیدها. عده دیگر معتقدند نباید فرصت حضور را از دست داد. تحریم کنندگان جشنواره چه می‌خواهند؟ این سوال را از دو نفر از کسانی می‌پرسیم که گفتند به جشنواره فجر نمی‌روند. همچنین در برنامه امشب بررسی تلاطم معنیدار بورس تهران، نگاهی هم خواهیم داشت به حضور بنگاه‌های زیر نظر رهبری در این بازار. اخراج بحث برانگیز یک دانشجوی ایرانی از آمریکا. امشب مناظره‌ای خواهیم داشت بین یک عضو نایاک به عنوان مخالف این اقدام دولت آمریکا و یک روزنامه‌نگار مخالف حکومت ایران در واشنگتن. و ترانه ماندگار مرغ سحر با اجرای محمد رضا شجریان و نوشیروان روحانی در فضای مجازی منتشر شد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. پس از ساقط شدن هواپیمای اوکراین با موشک‌های سپاه پاسداران، عده زیادی از هنرمندان به حرکتی اعتراضی دست زدند. ده‌ها هنرمند برای همدردی با داغداران از حضور در جشنواره‌های فیلم و تئاتر و موسیقی فجر انصراف دادند. موجی که با واکنش تند حکومت روبرو شد. بنا به گزارش‌ها بسیاری از این هنرمندان به ممنوع الکاری و ممنوع الخروجی تهدید شدند و با آنها گفته شده که باید به جشنواره برگردند. در مقابل هستند عده‌ای از هنرمندان که انصراف از جشنواره را اقدامی احساسی می‌دانند و آن را محکوم کردند. با وجود همه این انتقادات و تهدیدها، امروز 139 سینماگر و هنرمند در بیانیه‌ای تک جمله‌ای اعلام کردند که به جشنواره فجر نمی‌روند. جشنواره‌ای که بین 12 تا 22 بهمن دهه پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می‌شود و ماهیتی حکومتی دارد. آیا تحریم جشنواره فجر تحریم هنر است یا تحریم مناسبتی حکومتی؟ بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از مریم افشنگ. جشنواره فیلم فجر، زمانی برای دیدن تازه‌ترین ساخته‌های سینمای ایران و جشنی برای دست‌اندرکاران سینما. حالا عده زیادی از هنرمندان می‌گویند در این جشنواره شرکت نمی‌کنند. مسعود کیمیایی از اولین کسانی بود که گفت جشنواره را تحریم می‌کند. دلم می‌خواد یه فیلمم تو جشنواره فجر نشون داده بشه، به دلیل تسلیتی که به این همه آدم دارم. معلومی که مسافر بودن، تسلیت به خانواده هاشون میگم و تسلیت به خیلی ها و خیلی از خانواده ها میگم. امروز هم 139 سینماگر و هنرمند بیانیه‌ای تک جمله‌ای با همین هشتگ را منتشر کرده و میگویند به جشنواره فجر نمیروند. میگویند جامعه عزادار وقایع آبان ماه و سقوط هواپیمای اوکراین است. نوعی اعتراض که البته واکنش حکومت را هم به دنبال داشته. ترانه علی دوستی، هنرپیشه سینما، هفته گذشته در یادداشتی در صفحه اینستاگرامش نوشت: مدت‌ها با این خیال جنگیدم و نخواستم بپذیرم که ما شهروند نیستیم. هیچ وقت نبودیم. ما اسیریم. میلیون‌ها اسیر. او در پست دیگری اعلام کرد که در جشنواره فجر شرکت نمی‌کند. دیروز خانم علی دوستی به دادسرای رسانه احضار و با قرار کفالت آزاد شد. هنرمندانی در حوزه‌های مختلف سینما، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی گفتند که در جشنواره فجر شرکت نمی‌کنند. گفته می‌شود کسانی که جشنواره را تحریم کردند، مدام تحت فشارند، بازجویی و احضار و حتی بازداشت می‌شوند و بعد با قرار وثیقه آزاد تا از تصمیم خود صرف نظر کنند. گفته می‌شد تعداد کسانی که از جشنواره تئاتر استفاده دادند به قدری زیاد است که احتمال حذف جشنواره وجود دارد. سه گروه تئاتر آدیداس، جانی اسکیکی و خدای جنگ در مشهد از اولین گروه‌هایی بودند که جشنواره تئاتر را تحریم کردند. ولی در روزهای گذشته با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند حضورشان در عرصه تئاتر فجر همچون مشتی محکم بر دهان استکبار خواهد بود.
این توییت احمد مازنی نماینده مجلس تهران است. کسانی که هنرمندان انصرافی از جشنواره فجر را تهدید به ممنوع کار شدن مادام العمر می کنند، نه با سلبریتی ها مشکل دارند، نه با انصراف. تجربه نشان داده است سلبریتی اگر تتلو باشد با او عکس می گیرند و نشان انقلاب به او می دهند. مشروط بر این که طبق منافع جناحی آنها قدم بردارد. از سوی دیگر هستند هنرمندانی که جشنواره را تحریم نکرده و معتقدند باید از این فرصت استفاده کرد. شهاب حسینی هنرپیشه سینما یکی از آنهاست. او در یادداشت بلندی در صفحه اینستاگرامش اعلام کرد که حضور در جشنواره فجر فرصتی است هم برای هنرمندان که سالها تلاش کردند تا کار هنریشان دیده شود و هم برای منتقدان تا اگر اعتراض و انتقادی دارند مطرح کنند. منتقدان میگویند همفکران شهاب حسینی به دلیل مناسبات و ملاحظات حکومتی مخالف تحریمند. البته در این میان هستند کسانی که جشنواره فجر را تنها ویترین و رویداد مهم سینمایی هنری میدانند و معتقدند از این فرصت باید بهره برد. هر روز به تعداد هنرمندانی که میگویند به جشنواره نخواهند رفت اضافه میشود. همینطور به تعداد هنرمندانی که گفته بودند جشنواره را تحریم می‌کنند ولی بعداً گفتند در آن شرکت می‌کنند. حالا باید دید با شروع جشنواره کدام کف سنگین‌تر خواهد بود، موافقان تحریم یا مخالفان. مریم افشنگ، بی بی سی. برای بررسی بیشتر این موضوع امشب سه مهمان داریم. محمد رسولوف کارگردان و از امضا کنندگان بیانیه من به جشنواره فجر نمی‌روم که از تهران به ما پیوستند. امیر پوریا منتقد فیلم هم با ما هستند و همچنین حمید دباشی استاد ادبیات تطبیقی و مطالعات ایرانی از دانشگاه کلمبیا در دانشگاه کلمبیا از نیویورک با ما هستند. آقای رسولوف، با شما شروع بکنیم. علت اینکه شما انصراف دادید از حضور در جشنواره فجر چیه؟ سلام میکنم. در ابتدا ببینید راستش وقتی که دوستان تنظیم کننده بیانیه با من تماس گرفتن و از من خواستن که بیانیه رو امضا کنم، اولین چیزی که به شوخی گفتم که یکی رو توی ده راه نمیدادن سراغ کت خدا رو میگرفت. ببینید، من سالهاست که ارتباطم با جشنواره فجر قطع شده و هیچ ارتباطی ندارم. دوستانی هم که در واقع این دعوت رو کردن برای امضای این بیانیه، در واقع این یک جمله که خودش یک بیانیه خیلی مهمه، نگاهشون این بود که این حرکت بیشتر یه حرکت نمادینه برای تداوم اعتراضایی که به روند رابطه هنر و حاکمیت و سیاست توی ایران وجود داره. بنابراین من میتونم بگم که من انصراف ندادم. از سالها پیش، قبل از اینکه انصراف بدم، اصلا از جشنواره فجر اخراج شدم. بنابراین اونچه که وجود داره به عنوان امضای من همراهی با دوستانیه که به هر حال علاقمند بودن که این نظر به گوش تصمیم گیران فرهنگی برسه و بنابراین چیزی بیشتر از این ندارم الان بگم. آقای پوریا، شنیدیم که آقای رسولوف معتقدند که به هر حال اخراج شدند و حضورشون بیشتر نمادین بوده. این نقد رو به بعضی دیگر از هنرمندانی هم که به این کمپین در واقع پیوستند میکنند که اونها اصلا فیلمی در جشنواره نداشتند و چرا پیوستند به این حرکت اعتراضی؟ منم سلام عرض میکنم. ببینید، مسئله دقیقا همینه. در فیلم مردی برای تمام فصول این جمله معروفی است از جانب سر توماس مور به دخترش که میگه کلمات سوگندنامه‌ای که میخوان ما رو ناچار کنن به امضاش، به پیمان بستن مجدد با هنری هشتم چیه؟ میگه کلمات چه اهمیتی داره؟ میگه دقیقا کلماتی که اهمیت داره دختر. ببینید، این مثلا بیانیه اخیر عباراتش اینه: ما به جشنواره فجر نمیرویم. این دیگه فارغ از این است که کسی فیلم داشته باشه یا نه. مثلا در یکی از اعلام نظرها آقای حمید فرخ‌نژاد که در همین بیانیه هم جزء امضا کنندگان بودند، در یک واکنش فردی به نماینده‌ای که آشکارا تهدید رو راه حل برخورد با این تحریم‌ها دانسته بود، اشاره کردند که فقط برای آن که شما بدانید که با زبان زور با هنرمند نباید صحبت کرد، من با اینکه فیلم در جشنواره ندارم دارم اعلام تحریم میکنم. ببینیم ماجرا اصلا اون شکل متعارف کلیشه‌ای که بهت مثلا دعوتنامه بفرستن و تو بگید که من نمیام نیست، یک مفهوم دیگری است که در عبارات آقای رسولوف هم به شکل دیگری بود و همینطور در
نگرشی که من دارم عرض میکنم در یک مقطع مشخصی از زمان یک معنایی داره، معنای اینکه ما در احوال جشن گرفتن نیستیم، ما به معنای نمایندگانی که خودمون رو بخشی از این مردم میدونیم، نه به این معنا که متولی مردم میدونیم یا صدای مردم میدونیم. میبینیم که احوال عمومی جامعه در اندوهی که قاعدتاً مسئولین و به ویژه مسئولین فرهنگی به دلیل اینکه با احساسهای انسانی بیشتر سر و کار دارن باید درکی ازش داشته باشن، درک انسانی، درک عاطفی و درک اخلاقی، این احوال آماده جشن گرفتن هیچ چیزی نیست. آقای دباشی، شنیدید صحبت‌های آقای پوریا و آقای رسول رف رو، فکر می‌کنید که آیا این پیام به حاکمیت مخابره شده؟ آیا حاکمیت هم پذیرفته که بسیاری از هنرمندان در احوال جشن گرفتن نیستند؟ شما و شنونده و بینندگانتون و مهمانانتون، به خصوص خدمت آقای رسول رف، که من هیچ وقت سعادت دیدارشون رو نداشتم ولی خیلی مخلص سینماش هستن، سینمای خوش دستی داره. سنن این که والا من چون اهل حاکمیت نیستم از کجا میدونم که حاکمیت چه نظری داره؟ من به اصل قضیه اجازه بدید صحبت کنم. ببینید که الان در ایران خانم ما شاید یک عزای ملی هست، یعنی یه هواپیمای روزرن عده زیادی ایرونی، حالا فرق نمی کنه که پاسپورت ایرونی یا کاناداییه، کشته شدن و ما یه حالت عزای عمومیه. در از این من به خوبی میتونم بفهمم که سینماگرای برجسته ایران که عزیزان ملت ایران هستند، در همدردی با ملت ایران از شرکت در یه جشنی، حالا اسمش یه جشنواره است، در یه جشن خودداری کنن. ما به هر حال از یه سنتی اومدیم، ما وقتی عزا داریم دیگه جشن نمیگیریم. این از نظر فهم اینه که چرا اینها در این مقطع و به دلیل این تراژدی که اتفاق افتاده و این عزای عمومی که الان ما داریم اینا شرکت نمی‌کنن. از طرف دیگه من معتقدم که سینمای ایران متعلق به جمهوری اسلامی نیست. حالا درسته که این جشنواره دولتیه، منتها منابعی رو که این جشنواره ازش صورت میگیره مگر جمهوری اسلامی از کره مریخ آورده؟ اینا منابع ملی ایرانه، اینا متعلق به ملت ایرانه. تاریخ سینما ایران همونجور که شما میدونید از عصر قاجار شروع میشه، بعد به عصر پهلوی منجر میشه، الان هم در عصر جمهوری اسلامی. سینما ایران خانمه که از ستونهای فرهنگ ایرانه، مثل ستونهای تخت جمشید میمونه. مگه تو ستونهای تخت جمشید اینا متعلق به جمهوری اسلامیه؟ سینما ایران هم همینطوره. یعنی سالهای قرنها بگذره، دهه ها بگذره، که کل جمهوری اسلامی به صورت فوتنوتی زیرنویسی در تاریخ ایران اسم بهرام بیضایی، عباسی کیارستمی، ناصر تقوایی، آقای رسولوف، غیر ذلک، اینها جزو فرهنگ ماست. در نتیجه این معذری رو که الان میذارن هم نمیخوان شرکت کنن به دلیل اینکه کشور ما، مملکت ما در یک عزای ملیه، و از طرف دیگه سینما ایران یه ابهت و عظمت و اهمیتی داره که اینا محدود به دولت نیست. حالا به هر دولتی، اون موقع هم که من جوان بودم جشنواره تهران بود زمان پهلوی، اون موقع هم ازش این استفاده رو میکردن. حالا هم جمهوری اسلامی رو سو استفاده دیگه میکنه. آقای رسولوف، به نوعی استدلالی که آقای دباشی دارن رو میشه گفت به شکلی شهاب حسینی هم در نوشتش داشت که معتقد بود که اصولا جشنواره یک عرصه هنریه و نباید این عرصه هنری رو ازش هنرمندان خودشون رو حذف بکنن، فرصتیه برای اینکه آثار به یادماندنی سینمای ایران شناخته بشه، دیده بشه، ارزیابی بشه. فکر نمی کنید که انصراف ازش میتونه ضربه به هنر بزنه؟ نه، اینطور نیست به عقیده من. ببینید، جشنواره فجر یک جشن در واقع سینمایی خالص نیست، گره خورده به آرمانهای ایدئولوژیک حاکمیت و حاکمیت یک استفاده ابزاری از سینما میکنه. یعنی جشنواره فجر با همه اهمیتی که برای نگاه کردن به بخشی از جریان سینما در ایران همه سالها داشته، اما باید بپذیریم که ویترین همه محصولات سینما ایران نیست. بخشی از محصولاتی که مورد تایید دولت است
همواره در جشنواره دولتی فجر به نمایش در میاد و این اگرچه یک فرصتیه برای ایجاد ارتباط بین مخاطب و آثار سینمایی و خالقان این آثار، اما در نهایت با توجه داشته باشید که فیلتر قوی سانسور به قدری در این سالها این سینما رو بیرمق کرده که رفته رفته تماشاچی‌های جشنواره فجر هم تبدیل شدن به کارمندهای اداره ها و قشر خیلی کوچیکتری از مثلا 20 سال پیش که جریان سینما در ایران فرهنگی تر بود مخاطب اصلی جشنواره هستن. بیشتر در واقع میشه گفت یک جور مهمونی حکومتیه که فیلمسازاش اغلب، نمیخوام جمع‌بندی کنم، ولی اغلب و بیشتر تابع سانسور و در واقع اون اقتدار نگاه حکومت هستن. منتقداش همینطور اغلب، بازم جمله میبندم، بیشتر منظورمه، تماشاچیاش هم به هر حال الان دیگه فکر میکنم بیشتر این بلیط‌ها رو تو اداره ها توزیع میکنن، به این ور اون ور میدن، خانواده ها میان و اون در واقع تفکر فرهنگی که یه جشنواره به طور استاندارد با دنبال کنه و ما فکر کنیم که در حال تولید فرهنگ و جریان فرهنگی هست نیست، بلکه در حال تقویت بنیان‌های ایدئولوژیکیه که حاکمیت میخواد. بنابراین از نظر من آنچه که آقای حسینی بهش اشاره میکنن بیشتر نگاه به یک سوی ماجرا، سوی دیگر ماجرا هم هست، فیلمسازان جوان ناشناخته که اصلا جشنواره فجر حاضر نیست آثارشون رو ببینه، اصلا انکارشون میکنه، میگه نیستن اینا، یعنی سعی میکنه نبینتشون، تحقیرشون کنه. اسامی خیلی هاشون تو این لیست هست و خیلی هاشون هم نیستن هنوز و اونا به جریان کاری خودشون ادامه میدن و گمان میکنم آینده سینما ایران به اونا تعلق داره واقعا. جواب آقای دباشور رو بعدا میشنویم، اما آقای پوریا اشاره کردند آقای رسولوف به تماشاچی های جشنواره، دیدیم که علارغم تحریم و گسترده هنرمندان و همچنین داغداری بخشی از جامعه، استقبال از جشنواره به نظر میاد بسیار زیاد بوده، بلیط ها به سرعت فروش رفته. فکر میکنید که آیا علتش اینه که تماشاچی ها اونطور که آقای رسولوف میگن تماشاچی هایی هستند که کارمندان اداراتن؟ نکته اول این است که اطمینان مطلقی درباره صحت آمار اعلام شده منباب سرعت فروش بلیط هایی که داشته پیش فروش می شده وجود نداره. این اطمینان هرگز در مورد هیچ اتفاق دیگری که صاحب یک کنسرت یا یک فدراسیون ورزشی راجع به فروش بلیط های اینترنتی اعلام می کنه وجود نداره، دست کم در ایران. نکته دوم اینه که به هر حال ماجرای تماشاگرانی که به دیدن فیلم در جشنواره فجر میرن، علاوه بر اون نکته‌ای که آقای رسولوف گفتن که به هر حال این در مورد فیلم‌های روی اکران سینمایی هم بسیار اتفاق افتاده، در مورد فیلم ملک سلیمان، در مورد فیلم محمد رسول الله آقای مجیدی بیاد و فراوان اتفاق افتاده که به نهادها و سازمانها و ارگانها و اینها بلیط‌ها داده شده و مقداری هم در جشنواره فجر اتفاق میفته. اما نکته دیگر این است که تماشاگر جشنواره فجر از آنچه که در طول دهه های 60 و 70 به سختی میتونست بلیط رو تهیه کنه، با این فضایی که در محیط اینترنت در اختیارش هست، در واقع تماشاگری است که لزوماً دل مشغولی های سینمایی، فرهنگی و از جمله در امتدادش آگاهی های سیاسی اجتماعی ممکنه همشون نداشته باشن. در حقیقت اینجوری براتون بگم، اگر در سالن نمایش فیلم جدایی نادر اسیمین و سالن نمایش و اکران فیلم اخراجی های 3 در نوروز سال 90 ممکن بود 5% تماشاگران هم مشترک نباشند، یعنی از طیف فرهنگی، اقتصادی، شخصیتی، اجتماعی نباشند که همون فیلم رو ببینن و هم این فیلم، الان در جشنواره فجر ممکنه همه اینها، چه اون بچه‌هایی که همیشه در طول سال درگیر مطالعه، پیگیری فضای تئاتر، سینما، اتفاقات فرهنگی هستند، چه کسی که میخواد یه عکس سلفی با یه بازیگر به تصور خودش، یعنی هم اون مخاطب و هم به تصور خودمون بازیگر سوپر استار بگیره، همه این طیفا پیگیر بلیط جشنواره و جریان قرار گرفتن هستن. من فکر میکنم نکته که مهمتره اینه که باید به این توجه کنیم که منهای این صفاتی که به جشنواره نسبت بدیم، بدیم آیا یک اتفاق یا پدیده هنری است یا جنبه ایدئولوژیکش می‌فرده، به این توجه کنیم که این اصرار
واقعا گاهی اوقات میشه گفت هولناکی که وجود داره که این اتفاق رو در این روزها از یک پدیده فرهنگی جدا کرده و به شرایطی که کاملا میشه امنیتی توصیفش کرد نزدیک کرده. این اصرار یادآور دهه 60، یادآور دورانی است که دوستان یادشونه بخش اصلی جشنواره فیلم فجر مرور یک سال سینمای ایران بود و همه فیلم ها ناگزیر بودن در جشنواره شرکت کنن. یه شوخی وجود داشت که میگفتیم حتی تا اوایل درف وجود نداره، چون هیچ تهیه کننده نمیتونست فیلمش رو به این ریسک بندازه که آذر رو دیگه خوابت فیلمتونه به سال بعد بفهمه. در نتیجه همه فیلم ها ناگزیر به شرکت در جشنواره بودن. داریم به اون وضعیت میرسیم، یعنی هر فیلمی که قبلا فرم پر کرده با هر اتفاقی که در کشور افتاده باید ناچار باشه که در جشنواره شرکت کنه. این دیگه اصلا نمیتواند یک مجموعه هنری رو شکل بده، یک برخورد امنیتی. متوجه شدم. آقای دباشی، شنیدید صحبت‌های دیگر مهمانان برنامه رو؟ آقای رسولوف متوجه که اساساً جشنواره فیلم فجر مهمانی حکومتی با برگزار کنندگان حکومتی و تماشاگران حکومتی. بله شنیدم، با فرمایش ایشون هم کاملا موافقم، منتها یه تفسیری داره. باز یادآور دوستان میشم که ببینین، من محصول سینمای ایران قبل از انقلاب هستم. به خوبی یادمه که جشنواره سینمای تهران هم یه همچین حالتی داشت. دوستان من میدونن که مثلا وقتی امیر نادری فیلم مرثیه‌اش رو ساخت، یکی از شاهکارهای امیر نادری مرثیه‌اشه، اینا اصلا انگار نه انگار کردن و اجازه ندادن این فیلم نشون داده بشه، منتها فیلم دوندهش نشون داده شد. منظورم اینه که استفاده یا سوء استفاده دولت ها، چه جمهوری اسلامی چه زمان پهلوی، از هنرمند ایران امر تازه نیست، همیشه وجود داشته. موزلی که الان سینماگرای ایران یا تئاتر، بچهای تئاتر باش مواجه هستن اینه که چگونه به هنر خودشون بپردازن، متهم مانع از سوء استفاده جمهوری اسلامی از هنر اینا بشن. این جمهوری اسلامی چون خودش بیشتر از هر کس دیگری به مشروعیت خودش مشکوکه، هر اتفاقی رو که میفته حمله بر تأیید یا تکذیبه. مثلا در سوگواری تشییع جنازه قاسم سلیمانی مردم شرکت میکنن به دلیل عرق ملی که دارن یا به هر دلیل دیگه، اینو حمله بر مشروعیت خودشون میدونن. بچه‌های سینما نمیخوان در جشنواره شرکت بکنن، این رو حمله بر تکذیب مشروعیت خودشون میدونن. خود اینها اساس مرا بگیر میکنن. یه فیلمی هست خانم به اسم مفیستو، داستان یه هنرپیشه تئاتری در زمان نازی آلمان ها، در نازی در آلمان، که رفقاش هم فکراش هم ردیفاش ول کردن رفتن آلمان رو، رفتن جای دیگه اروپا غیر زاله. در یه صحنه کلاس ماریا براندور نقشش بازی میکنه، میگه من خب کجا برم؟ تئاتر من تو این مملکته، زبان من توی این مملکته. کسایی رو که از سینماگرای ایران مثل بهمن قبادی، مثل محسن مخمل باف، اینا ایران رو ول کردن اومدن و سینماشون در خاک اونجا ریشه داره، اصالت سینماشون از دست دادن. بله. بهمن فرمانرا برگشته به ایران به دلیلی که اون متعلق به قول شاملو چراغش در اون خانه میسوزه. اینه که این معضل سینماگران رو باید فهمید. به این آسونی نیست که ما در بی بی سی در لندن تعیین تکلیف کنیم که نه شما باید شرکت کنید برای اینکه هنر در چیز، نه شرکت نکنید که ملت عزادارن. بله. این یه بحث وجودیه که یه هنرمندی، هنرپیشه‌ای، سینماگری، تئاتر باید برای خودش تعیین بکنه و هر تصمیمی رو که بگیره، ما به عنوان تماشاچی، به عنوان کسی که نگاه میکنه، قدردانی میکنه، نقد میکنه، باید بفهمیم که این تصمیم از چه موضعی گرفته شده، اون موقع نظر بدیم. متشکرم آقای دباشی. البته اضافه کنم که ما در بی بی سی برای کسی هرگز تعیین تکلیف نکردیم، بلکه فرصتی برای تضارب آرا و شنیدن نظرات متفاوت در برنامه. ممنون از شما حمید دباشی، استاد دانشگاه کلمبیا، امیر پوریا منتقد سینما و محمد رسولوف کارگردان از ایران با ما.
اما رفتار بازار بورس تهران در ماه‌های اخیر با انتظارات تفاوت داشته و در بعضی مقاطع به تحولات سیاسی برخلاف منطق اقتصادی واکنش نشان داده. در همین حال دفتر رهبر ایران از ورود بعضی از شرکت‌های تحت نظر این نهاد به بورس خبر داده. شیدا هوشمندی نگاهی کرده به روند بحث برانگیز بازار بورس تهران و حضور شرکت‌های وابسته به دفتر آیت الله خامنه‌ای در این بازار. There are reports tonight that Iran has launched multiple missiles at two military bases in Iraq that house American troops. Iran now admitting it shot down a Ukrainian passenger plane by mistake. بورس تهران در پرتنش‌ترین روزهای دی ماه وقتی که کشور تا پای جنگ رفت واکنشی دور از انتظار نشان داد. بازارهای سهام در جهان معمولاً به تنش‌های سیاسی واکنش سریع نشان می‌دهند. اگر احتمال بروز جنگ یا رویدادهای مشابه زیاد شود، سهامداران شروع به فروش سهام خود می کنند تا دارایی‌هاشان را از بورس بیرون بکشند و به بازاری امن‌تر ببرند. به این ترتیب شاخص بورس افت می کند. در بورس تهران این اتفاق افتاد، اما به سرعت شاخص جابجا شد. شاخص کل بورس در نیمه اول سال روند رو به رشد داشت. از 13 دی ماه همزمان با کشته شدن قاسم سلیمانی روند نزولی را آغاز کرد. در میان خبر توقف چندین نماد معاملاتی در بورس هم منتشر شد. اما 18 دی وقتی سپاه مواضع آمریکایی‌ها در عراق را موشکباران کرده بود، شاخص کل برخلاف انتظار رشد کرد تا جایی که حالا و با فروکش کردن احتمال بروز جنگ در جایگاه حدود 410 هزار واحد مانده. بعضی از کارشناسان در تحلیل این رشد غیرطبیعی شاخص کل احتمال دخالت در معاملات بورس را مطرح می‌کنند. هرچند بعضی دیگر گفتند بعد از حمله موشکی ایران و عدم واکنش طرف مقابل چون این برداشت بین سرمایه‌گذاران ایجاد شد که احتمال جنگ از بین رفته و همین باعث شد که بازار به روند گذشته بازگردد. شمار زیادی از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی در بازار سهام تهران سهامدار حقیقی عمده‌ای ندارند. از جمله مهمترین آنها شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌ها هستند. این بنگاه‌ها خدمات کارگزاری دارند و می‌توانند مستقلاً در بازار به خرید و فروش‌های اقدام کنند که در ادبیات بازارهای مالی بازارسازی نام دارد. این شرکت‌ها همچنین بخشی از سهام سایر شرکت‌های بورسی را هم در اختیار دارند و این قدرت مانور آنها را در بازار افزایش داده. این بازیگران که بازار آنها را به عنوان حقوقی‌ها می‌شناسد، معمولاً می‌توانند شاخص بازار را برخلاف انتظارات سهامداران خرد تغییر دهند. به ویژه که بهبود شرایط بورس و جلوگیری از سقوط آن جنبه تبلیغاتی پیدا کرده و یک امتیاز سیاسی است. آن هم در دورانی که اعتراض‌های مردمی مرتب تکرار می‌شود. حالا با گذشت 10 روز از این اتفاقات، دفتر رهبر جمهوری اسلامی خبر از ورود نهادهای اقتصادی زیر نظرش به بورس می‌دهد. اعلام رسمی این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که سال‌هاست شرکت‌های زیرمجموعه این شبکه اقتصادی عظیم در بورس فعالیت می‌کنند. محمد جواد ایروانی، معاون نظارت و حسابرسی دفتر آیت الله خامنه‌ای دیروز در همایشی گفت: در مذاکره با وزیر امور اقتصادی و دارایی هماهنگ کردیم که شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای وابسته به دفتر مقام معظم رهبری شرایط پذیرش در بورس را پیدا کنند و این روند سرعت گیرد. کارهای ویژه‌ای با ابتکار نهادهای زیرمجموعه دفتر رهبری انجام می‌شود. دفتر آیت الله خامنه‌ای هیچ توضیحی نداده که چه شرکت‌های سهام خود را در بازار عرضه خواهند کرد. بنابر ماده 45 قانون فعالیت در بورس، هر شرکتی که مجوز انتشار اوراق بهادار را از سازمان بورس دریافت کرده، مکلف است صورت‌های سالانه مالی خود، صورت‌های مالی میان دوره‌ای حسابرسی شده، گزارش هیئت مدیره و حسابرس و هر گونه اطلاعاتی که بر قیمت سهام و تصمیم سرمایه‌گذاران تأثیر دارد را در اختیار بورس قرار دهد. آستان قدس هم به سهم خودش توانمندی‌های خودش که شفافیت مالی نهادهایی که مستقیم یا غیر مستقیم تحت نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی قرار دارند مدت هاست که محل بحث است. فقدان انتشار گزارش‌های مالی مؤسسات و نهادهای تحت نظر رهبری باعث شده گمانه‌زنی‌های متفاوتی درباره ارزش این نهادها و ابعاد فعالیت اقتصادی آنها ارائه شود.
به عنوان نمونه دو سال پیش روزنامه وال استریت جورنال مجموعه ارزش شرکت‌های زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی را 200 میلیارد دلار برآورد کرد. خبرگزاری رویترز هم 6 سال پیش ارزش ستاد اجرایی فرمان امام و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش را 95 میلیارد دلار محاسبه کرده بود. بر اساس برآورد اداره آمار و اطلاعات شرکت بورس، یک سوم این بازار در اختیار 10 شرکت است. یکی از مهمترین آنها شرکت قدیر است که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد و وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام. از 9 بانک فعال در بورس تهران، دست کم 2 بانک در ارتباط با نهادهای زیرمجموعه رهبری هستند. بانک‌های پارسیان و کارآفرین که مهمترین سهامدارانشان مؤسسات سرمایه‌گذاری تدبیر، توسعه اقتصاد فردا و توسعه اقتصاد آینده سازان از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام هستند. نمونه دیگر آنها شرکت سرمایه گذاری پردیس است که باز هم از زیر مجموعه های شرکت سرمایه گذاری تدبیر بازوی سرمایه گذاری ستاد اجرایی فرمان امام در بورس تهران است. بنیاد مستضعفان در راستای مسئولیت های اجتماعی یک وظیفه ای داره. بنیاد مستضعفان هم پارسال اعلام کرد که تمام شرکت‌هایش شامل 11 هلدینگ و 185 شرکت وارد بورس می‌شوند. روابط عمومی بنیاد اعلام کرد که این کار به شفافیت مالی شرکت‌ها کمک می‌کند. اینکه چه ضرورتی برای نهادهای غیر شفاف بخش عمومی پیش آمده که خواهان ورود به بورس شدند، پرسشی است که هنوز پاسخ آن روشن نیست. شیدا هوشمندی، بی بی سی. اخراج چند دانشجوی ایرانی دارای ویزای معتبر پس از ورود به آمریکا در ماه‌های گذشته باعث افزایش نگرانی و تجمع اعتراضی در فرودگاه شهر بوستون شد. دوستان و همکلاسی‌های محمد شهاب دهقانی حسین‌آبادی و چند وکیل از انجمن دفاع از آزادی‌های مدنی در این تجمع خواستار اجازه ورود این دانشجوی 23 ساله اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن بودند. همزمان با این اعتراضات، کنکاش در شبکه‌های اجتماعی در مورد عقاید سیاسی و مذهبی او این فرضیه را مطرح کرد که شاید ماموران اداره مرزبانی و افرادی که از دید آنها با حکومت ایران هم فکر هستند حساسیت بیشتری دارند. وکلا و دوستان او هر گونه ارتباطش با حکومت ایران را تکذیب کردند. شکایت هایی هم در دادگاه ها مطرح شده. بهمن کرباسی خبرنگار ما از نیویورک به ما پیوسته. بهمن، مقام های آمریکایی درباره پرونده آقای دهقانی و دیگر دانشجویانی که در واقع اخراج شدند از آمریکا چه گفته؟ غیر از اون مواضع رسمی که ما معمولا از اداره مرزبانی میشنویم که میگویند که ما در مورد پرونده ها جداگانه و موردی اظهار نظر عمومی نمی کنیم و در ضمن در دادگاهی هم که صبح بعد از اخراجش تشکیل شد یک به اصطلاح استدلال حقوقی باید ارائه میکردن، چون وکلای آقای دهقانی شکایت کرده بودند که اولا قاضی دستور داده بود اخراجش رو متوقف کنین ساعت 9:22 دقیقه شب، شما به قاضی به دستور قاضی اهمیت ندید و او رو ساعت 10:03 دقیقه سوار هواپیما کردین. در نتیجه در اون دادگاه وکلای اداره مرزبانی یک توضیح دیگری دادن و اون این بود که ما معتقد بودیم که او به این نتیجه رسیدیم که اون نیت ماندن داشته در آمریکا، در نتیجه فقط نمیخواسته به عنوان دانشجوونه. این اتهامی است که در موارد دیگه هم این به اصطلاح عبارت نیت ماندن رو استفاده کردن، ولی برای اولین بار امروز روزنامه نیویورک تایمز آمده از قول مقام هایی که نامشون نبرده گفتن نه، ما پیدا کردیم که فامیل نزدیک آقای دهقانی در یک شرکتی دست داشتن که این شرکت با از سوی آمریکا تحریم شده بوده به خاطر اینکه اسلحه میفرستاده به حزب الله و شیعیان عراق و خودش هم مدیریت یک کانالی رو در یوتیوب به عهده داشته که در یکی از ویدیوهای اونجا خواستار انتقام برای خون قاسم سلیمانی شدن. این اتهاماتی است که برای اولین باره که وارد جزئیات میشن، گویی که در رسما میگن وارد جزئیات نمیشیم، این مقام ها بدونن که اسمشون رو ببرن به نیویورک تایمز این اتهامات رو درز دادن. تا این لحظه وکلا فقط به همین بسنده کردن که اگر این اتهامات واقعی بود، او قبلا آمریکا آمده، ویزا داشته، 2 سال زندگی کرده، برگشته، در طول ماهایی که منتظر ویزا بوده چرا بهش رسیدگی نکردیم. موارد دیگه ای هم هست که مثلا یک دانشجو به نام خانم ریحانه امامی ارندی بوده که در شهریور ماه 27 شهریور میاد همین فرودگاه بوستون، اون دانشگاه هاروارد پذیرش داشته
و در دانشگاه هاروارد قرار بوده فوق لیسانس بگیره، کارشناسی ارشد بخونه. او رو هم برمیگردونن، سوالای مفصلی ازش میکنن در مورد اینکه احساسش در مورد رابطه ایران و آمریکا و تنش با عربستان و اینها چیه. اونم اتفاقا تصویر ویزای کنسل شدهش هم به دست ما رسیده و وکلای دانشگاه هاروارد از او شکایت از اداره مرزبانی شکایت کردن به خاطر بازگرداندن اون. با یکی از وکلای دانشگاه هاروارد که مرکز حمایت از مهاجران رو به عهده داره در دانشگاه هاروارد صحبت کردم، این جوابی بود که او در مورد این پرونده به من داد. قدم اول ما این بود که سعی کنیم اگر سوء تفاهمی با اداره مرزبانی در مورد ریحانه بوده را رفع کنیم. او وقتی میرسد فرودگاه 40 ساعت در سفر بوده. شاید در گفتگوها با مامور مرزبانی ابهامی به وجود آمده که سعی کردیم حلش کنیم، ولی اداره مرزبانی جواب نداد. سبب شد ما از دادگاه بخواهیم دخالت کند و اجازه دهد خانم امامی برگردد تا به موقع به کلاس‌های درسش برسد، اما مخالفت کردند و حاضر نشدند هیچ توضیحی بدهند که چرا اجازه ورود به او ندادند، غیر از اینکه از دید آنها اون نیت اقامت دائم در آمریکا را داشته که خیلی با واقعیت فاصله دارد. چون اولا ریحانه فقط برای کارشناسی ارشد در دانشگاه هاروارد تقاضا داده بود که ورود به آن خیلی سخت است و هیچ دانشگاه دیگری را هم نگذاشته بود. هیچ فامیلی هم در آمریکا ندارد. در نتیجه او آدمی نبود که دنبال چیزی جز تحصیل باشد. در نتیجه گام بعدی ما پیگیری قضایی است تا دست کم اداره مرزبانی را وادار کنیم که توضیح دهد که چرا مانع ورود او شدند. ما موارد مشابه دانشجویان ایرانی دیگری را هم دیده‌ایم که با همین بهانه نیت ماندن طولانی برگردانده شدند که ما را نگران کرده، که شاید دلایل واقعیش تبعیض به خاطر ایرانی بودن است. بهمن که البته کماکان با ماست. بهمن، وکلا نتیجه گیرشون چیه؟ آیا اونها معتقدند که این به نوعی در واقع سختگیری به کل ایرانی هاست، تا اینکه پرونده های هر فرد متفاوت از پرونده دیگریه؟ خب برداشت ها متفاوته. همونطور که دیدیم مثلا در مورد آقای دهقانی، اگر اون ادعایی که دولت آمریکا میکنه به نیویورک تایمز، خب این مشخصه که در مورد یک پرونده مشکل ایجاد میکنه و این سوال رو هم البته مطرح میکنه که چگونه اینجور اطلاعات رو در ماها چک کردن که طول میکشه و چک های امنیتی انجام میدن به نتیجهش نرسیم. ولی به هر حال اگر در پروندهش چنین چیزهایی بعدن کشف شده، وضعیت رو متفاوت میکنه. ولی تعداد دانشجوهایی که در این مدت برگردانده شدن یا اونهایی که حتی اجازه پرواز پیدا نکردن، نشون میده که عزیز بسیاریشون ایرانی ها بیشتر نسبت بهشون حساسیت وجود داره. و مثلا یه مورد دیگه داریم به نام خانم مهلا شاه خواجه، اینم دانشجوی دکترا بوده در آیووا، اونم باز پاسپورتش با ویزای کنسل شدنش به دست ما رسیده. گفته که وقتی تو فرودگاه ازش پرسیدن آیا تو عضو بسیج دانشجویی بوده یا عضو بسیج بوده، که توضیح داده که من عضو هیچ گروهی نبودم تو ایران، فقط دارم میرم دکترا بگیرم، و در همین فرودگاه بوستون داشته تغییر پرواز میداده و برمیگشته. از یه وکیل ایرانی خانم غزال مهرانی پرسیدم که نظر او چیست، آیا میشه از این وقایع چند روز گذشته و ماهای گذشته به این نتیجه رسید که دولت آمریکا مخصوصا ایرانیان را هدف قرار داده یا نه. وقتی که شخصی ویزای آمریکا میگیره، ویزای غیر مهاجرتی برای آمریکا میگیره، این به این معنا نیستش که 100% ورودش به داخل خاک آمریکا تضمین شده. همه میدونن، وکلای مهاجرت میدونن و خود افراد هم باید طبیعتاً بهشون گفته میشه توی سفارت معمولاً، و خودشون هم میدونن که صرف داشتن ویزا مجوز ورودشون به خاک آمریکا نیست. و این اجازه زمانی صادر میشه که توسط مأمور مرزبانی در مرز آمریکا در واقع مورد پذیرش قرار بگیرن. حالا اگر که وقتی وارد مرز میشن یک دلیلی وجود داشته باشه که برای آمریکا قابل قبول نباشه، جز دلایلی باشه که میتونن فرد رو رد بکنن و دیپورت بکنن، این اتفاق ممکنه بیفته. برای کیس ایشون هم همینطور، اداره مرزبانی دلیل آوردن که ایشون قصد ماندن رو داشته. قصد ماندن یکی از دلایلی هستش که میتونه اداره مرزبانی بهش استناد بکنه، چون که با ویزای غیر مهاجرتی شما نمیتونیم قصد ماندن داخل خاک آمریکا داشته باشین، این در واقع سوء استفاده از ویزای شما هست. منتها مسئله که وجود داره اینه که ما بدون اینکه از در واقع واقعیت پرونده ایشون اطلاعی داشته باشیم، نمیتونیم اظهار نظر دقیقی بکنیم.
و واقعا مشخص نیست که اداره مرزبانی یک بهانه ای رو آوردن و به این دلیل ایشون رو پذیرش نکردن، یا اینکه واقعا طی صحبتایی که باهاشون داشتن یا سوال و جوابی که پرسیده شده اینطور به نظرشون رسیده که باعث شده که در واقع یک دلیل معقولی برای خودشون داشته باشن که بخوان ایشون رو رد کنن. اون چیزی که در واقع داریم در نهایت میبینیم رعنا این است که پیچیده تر شدن و غیر قابل پیشبینی تر شدن وضعیت ایرانیان است که حتی وقتی ویزا دارن وارد آمریکا میشن قطعا به معنای این نیست که بتونن در کشور پذیرفته بشن، به علاوه این که باید انتظار داشته باشن که شبکه‌های اجتماعیشون، تلفنشون، اون چیزهایی که پست کردن در گذشته، اعتقاداتشون، حتی همه اینها سوال بشه در موردش، سوالهای گسترده در مورد خانوادهشون بشه. اینها در این که این روند خیلی تقویت شده شکی نیست. سوال اساسی این است که آیا به خاطر ملیتشون، به خاطر مذهبشون مورد هدف قرار میگیرن یا مقام‌های آمریکایی یا اداره مرزبانی مخصوصا مثلا در این فرودگاه بوستون هدفشون این است که ببینن افراد مثلا ارتباطی با مقام‌های ایران دارن یا به نوعی اینجور که اتهامات آقای دهقانی هست با یک شرکت‌هایی که تحریم شدند. متشکرم. بهمن کرباسی خبرنگار ما در نیویورک. ما برای گفتگوی بیشتر در این باره احمد باطبی، روزنامه‌نگار و فعال دانشجوی سابق از واشنگتن با ماست. آقای باطبی معتقدند که اونهایی که شعار حکومتی مرگ بر آمریکا میدن نباید از آزادی موجود در آمریکا استفاده کنند، در حالی که بسیار دیگری حق ورود به خاک آمریکا رو ندارند. احزان زاهدانی، مدیر بخش ارتباط مردمی نایاک، شورای ملی ایرانیان آمریکا از لس آنجلس هم به ما پیوسته که معتقدند قربانی منازعه و تنش بین دولت‌های ایران و آمریکا مردم عادی و دانشجویان هستند که با هزار امید و آرزو قصد مهاجرت به سرزمین فرصت‌ها رو برای زندگی بهتر دارند. خوش آمدید به برنامه هر دوی شما. آقای زاهدانی، با شما شروع بکنیم. اتهاماتی که در مقاله نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های درباره فردی که از فرودگاه بوستون اخراج شد مطرح میشه، اتهام‌های جدی، اگر که واقعا ایشون ارتباطی داشتن با شرکتی که در فهرست تحریم‌های آمریکا بوده، اون وقت قابل دفاع نیست آنچنان این پرونده. سلام و درود خدمت شما و مهمان ارجمند و بینندگان عزیز. نگاه کنید، اینو باید توی روند کلی ببینیم. زمانی که دولت آقای ترامپ در 3 سال پیش ممنوعیت مسافرتی رو به اجرا گذاشت، در دادگاه عالی آمریکا استدلال کرد که ما همه ایرانی ها رو یا بقیه دیگر نیشن ها رو در واقع من نمی کنیم به سفر به آمریکا و ما معافیت صادر می کنیم و ویزای دانشجویی میدیم. متاسفانه ما می بینیم که در 2-3 سال گذشته در اجرای این ممنوعیت مسافرتی این اتفاق نیفتاده و نه معافیتی به اون صورت در واقع اعطا شده و نه حتی ویزاهای دانشجویی که به سختی در واقع داده شده به دانشجویان اجازه ورود پیدا کردن. از حدود شهریور ماه گذشته بود که ما شاهد بودیم که نزدیک به 20 تا 30 دانشجوی مختلفی که ویزا داشتن و ماها در واقع چکای امنیتی شده بودن در مبادی ورودی آمریکا متاسفانه ممانعت شده بود از ورودشون به آمریکا و این کل این مسئله اگه ما تصویر بزرگتر رو بخوایم نگاه کنیم خیلی خیلی نگران کننده است. آقای باطبی، تصویر بزرگتر از دید بسیاری از فعالان نشون میده که سختگیری کلی راجع به ایرانیان مقام‌های آمریکایی دارن اعمال میکنن. فرمایشتون صحیحه. این اتفاقی که افتاده در واقع منتهی میشه از دو سیاستی که ایالات متحده در سالهای اخیر در پیش گرفته. یکی بحث ممنوعیت سفر چند کشور که امروز هم خبرش اعلام شده ایالات متحده بنا به دلایل امنیتی چند کشور دیگر هم میخواد به این لیست اضافه بکنه، و موضع‌گیری اخیرش که اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی خانواده‌هاشون نمیتونن از وقتی که ایرانی‌ها رو محروم میکنن از نعمات دنیای آزاد نمیتونن بچه هاشون رو بفرستن اینجا. بنابراین چنین برخوردی میشن منتهی به در واقع این دو سیاست باشه. اما ممکنه خیلی از شما بپرسید که چرا مثلا یک کشوری مثل عربستان سعودی که 15 نفر از شهروندانش تو 11 سپتامبر شرکت کردن، یا الان مثلا بیشترین عضو در داعش داشت، چطور ممنوعیت سفر در مورد اینها اعمال نمیشه؟ این حساسیت نیست. دلیلش اینه که
نهادهای امنیتی عربستان سعودی و کشورهایی که در این حد حساسیت روشون هست به طور مستقیم با ایالات متحده همکاری میکنن و اطلاعات مربوط به افراد رو برای اینکه بتونن کلیرنس بگیرن، یعنی در واقع پیشینه‌شون رو چک بکنن، در اختیارشون قرار میدن. ولی در مورد ایران همچین چیزی وجود نداره. مضافه بر اینکه ما در ایران یک سازمان بزرگ تروریستی داریم به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که هر لحظه ایالات متحده و شهروندانش رو تهدید میکنه و در واقع بزرگترین خطر محسوب میشه. برای همین همه این دلایل برخورد چند برابر با ایرانی ها طبعا منتهی از این وضعیت است. این انتقاد هم وارده که ممکنه در این بین بسیاری از دانشجوها یا ایرانیایی که واقعا گناهکار نباشن در واقع بسوزن به پای این سیاست، که طبعا ایالات متحده باید یک سازوکاری در نظر بگیره که اونایی که فکر میکنن گناهکار نیستن بتونن اسناد مدارکشون ارائه بکنن و بتونن دادخواهی بکنن. آقای زاهدانی، بسیاری از اینکه آقای محمد شهاب دهقانی در فرودگاه در واقع جلوی ورودش گرفته شد بسیاری به این اعتراض کردن، تجمعهایی برگزار شد، اما به هر حال ماموران مرزبانی آمریکا و همچنین بسیاری از مقامهای آمریکا میگفتند که به هر حال این حق آمریکاست که تشخیص بده چه کسانی اجازه دارن وارد خاکش بشن و چه کسانی اجازه ندارن. این حرف درسته، اما در نظر داشته باشید که همونطور که توی گزارش خوبتون خبرنگار شما اشاره کرد، در اتحادیه آزادی مدنی آمریکا در واقع با کمک چند وکلای دیگه که کمک کردن توی این کیس به دادگاه فدرال آمریکا در واقع شکایت کردن و قاضی حکمی رو صادر کرد برای در واقع نگه داشتن این فرد برای 48 ساعت و شنیدن در واقع مدارک و دیدن مدارکی که در واقع اداره مرزبانی بون اشاره کرده بود. متاسفانه 45 دقیقه بعد از این حکم به شکل الکترونیکی هم در واقع در آن واحد ابلاغ شده بوده به اداره مرزبانی، این در واقع ممانعت میکنند و تمکین نمیکنند از این حکم. این تقریبا بی سابقه است یا کم سابقه است که حتی ما خیلی شاهد هستیم در 3 سال گذشته در دولت آقای ترامپ این اتفاق به کرات افتاده و این روند خانم رحیم‌پور بسیار نگران کننده است. مسئله این فرد خاص نیست، مسئله قانونه. ما در واقع در آمریکا این در واقع ارزش‌های آمریکایی که اینجا در واقع رواج داره همه به قانون هست که تمکین می‌کنند و قانونی که در واقع فصل الخطابه و این در واقع اقداماتی که انجام شده در 2-3 سال گذشته مخصوصا در رابطه با ایرانیان بسیار بسیار نگران کننده است و این در تصویر کلی‌تر در واقع نشون میده که ایرانیان متاسفانه قربانی شدن به خاطر این تنش‌ها و منازعاتی که وجود داره بین این دولت‌ها و مخصوصاً دولت آقای ترامپ که عدم شفافیت داشته. خانم رحیم‌پور، یعنی ما هیچ شفافیتی از اداره مرزبانی ندیدیم تو این کیس و کیس‌های مشابه قبلی و این دوباره تاکید میکنم که بسیار بسیار نگران کننده است. آقای باطبی، تضاد وجود داره بین متمم اول قانون اساسی آمریکا، آزادی اندیشه و آزادی بیان و این شکل ممانعت از ورود افرادی که به هر حال 7-8 ماه صدور ویزاشون طول کشیده، توقع میره که به هر حال همه اطلاعات درباره اونها جمع‌آوری شده باشه و روند قانونی طی شده باشه برای صدور ویزا. البته این به آزادی بیان مربوط نمیشه، به بخش دیگری از قوانین ایالات متحده مربوط میشه. ببینید، اتفاقی که افتاده اینه که ایشون تشریف آوردن اینجا و مدتی اینجا بودن و بعد وقتی که برگشتن به ایران به اصطلاح دیگه نتونستن برگردن و این اتفاق براشون افتاد. بعد ببینید اینجا چه اتفاقی افتاده. در ایالات متحده امنیت کشور در واقع در دو بخش خلاصه میشه، بخش خارجی و داخلی، که بخش داخلی دست FBI یا پلیس فدرال و بخش خارجی دست CIA هست. و ایشون اینجا که بودن طبعا یعنی چیزی که به نظر من میرسه کاری کردن که شاید حساسیت برانگیز بوده برای FBI و هست، که یعنی در واقع این ظرفیت قانونی وجود داره که بنا به دلایل اضطراری بشه حتی حکم قاضی رو کنار گذاشت و یک کاری که به امنیت کشور مربوط میشه انجام بده. اگر شما فقط نمیگم اسناد مدارک محرمانه یا چیزی که ما اطلاع نداریم، همین چیزایی که وجود داره مثل سوشال مدیا و صفحات شبکه اجتماعی این آقا رو نگاه بکنید،
چیزهای حساسیت برانگیزی وجود داره که برای ایالات متحده ای که زیر تهدید مستقیم سپاه هست با اهمیت ایران ایشون در زمانی که من اگه بخواید همینا رو امروز توی توییتر منتشر میکنم ببینید، زمانی که اعلام شد که به اصطلاح سفر به عراق امکان پذیر نیست و به دلایل امنیتی قطعی ایشون به کربلا سفر کردن و به اصطلاح عکسش رو منتشر کردن، ایشون در خود ایالات متحده با آدم‌هایی که با شبکه‌های اسلامی اینجا در ارتباط بودن و در شبکه‌های اسلامی همین آقای باطبی انتقادی که عده‌ای در فضای مجازی می‌کنند به اینه که این به نوعی تفتیش عقایده، فرضاً لایک کردن و مورد پسند قرار دادن چند صفحه در فیسبوک نماید معیار عدم ممانعت از ورود فردی به آمریکا باشه، به هر حال این بخشی از آزادی عقیده محسوب میشه. این فرمایش شما زمانی درست است که اون چیزی که لایک شده جنبه امنیت ملی نداشته باشه. ایالات متحده به صورت رسمی سپاه پاسداران رو به عنوان گروه تروریستی اعلام کرده، خود سردار قاسمی رو، قاسم سلیمانی رو معذرت میخوام، به عنوان فرد تروریست اعلام کرده. و وقتی که تو این شرایط فکر کنید مثلا الان چنین وضعیتی که برای سپاه و سلیمانی هست برای داعش هم هست، الان اگر مثلا کسی بیاد محتوای مربوط به داعش رو ترویج یا لایک بکنه، شما فکر میکنید ایالات متحده با میسه نگاه میکنه؟ یا اگر در ایران مثلا کسی به محتوای مربوط به داعش منتشر بکنه، کسی بره لایک بکنه، مثلا وزارت اطلاعات ایران با میسه نگاهش میکنه؟ طبعا این حساسیت وجود داره. ایشون خودشون نه تنها به صورت پنهان که حالا ما نمیدونیم چه به اصطلاح کار حساسیت برانگیز انجام دادن، توی شبکه‌های اجتماعی هم به همین شکل بودن. و عرض میکنم خدمتتون یکی از چیزایی که معمولا خبرنگار شما ازش گزارش تهیه نمیکنه اینه که کسایی که به اسم دانشجو اینجا میان، از آقازاده گرفته تا کسایی که از طرف جمهوری اسلامی مأموریت پیدا میکنن میان اینجا، اینم که دارم میگم جوک نیست، واقعا هست. شما با همین خانم کلیر نگاه بکنید، هم پیروز اعلام کرد که استاد دانشگاه استرالیا که ازش درخواست شده بود که جاسوسی بکنه، یا مثلا آقای بابایی که دانشجو دکترا بود فایننس در بلژیک، ایشون 6 سال زندان بودن فقط برای اینکه به اصطلاح جاسوسی کردن برای جمهوری اسلامی نپذیرفتن. جمهوری اسلامی میخواد دانشجوها که براشون جاسوسی بکنن. اینها در همین ایالات متحده، من نمیتونم نام ببرم بخاطر اینکه بار حقوقی برای من داره اینجا، ولی ترویج سیاست‌های به اصطلاح جمهوری اسلامی رو میکنن، کار حساسیت برانگیز دارن که ایالات متحده طبعا واکنش نشون خواهد داد. بله آقای باطبی، همونطور که برای شما مسئولیت حقوقی داره، طبیعتا برای ما و خبرنگارای ما هم مسئولیت حقوقی داره اتهام زدن در مواردی که قابل اثبات نیست. آقای زاهدانی، به هر حال افرادی که وارد خاک آمریکا میشند، اگر که به طور علنی اقدامی میکنند که به نوعی تهدید برای امنیت ملی آمریکا میشه، آمریکا محقه که مانع ورودشون بشه؟ همینطوره خانم رحیم پور، ولی دقت بفرمایید که این کیس به خصوص، این مورد خاص آقای شهاب دهقانی، در واقع همونجوری که مهمان دیگر ارجمند شما اشاره کردن، در آمریکا بودن و تحصیل کردن 2 سال و بعد برای حالا دیدن خانواده میرن به ایران سفر میکنن و دوباره درخواست ویزا میدن و بعد از حدود 1 سال چک های امنیتی در واقع دوباره برایشون 1 هفته قبل از ورودشون به آمریکا ویزا صادر میشه. وقتی که کسی در اون چک های امنیتی پرپیچ و خم آمریکا مخصوصا برای ایرانی ها شرکت میکنه، اینو در واقع خیلی تعجب برانگیزه بعد از این همه چک های امنیتی در واقع این اتفاق میفته. من یه اشاره کنم به صحبت مهمان ارجمندتون که صرف لایک کردن، خب شما هم اشاره کردید، بله اگر کسی بخواد داعش رو لایک بکنه، القاعده رو لایک کنه، هیچ کسی در واقع رو این بحث نداره، ولی کسی که میاد 4 تا صفحه خیلی معمولی به قول مهمان شما حالا چند تا مرکز اسلامی رو لایک میکنه، به صرف این واقعا به نظر من این خلاف تمام اصول بنیادی حقوق بشری است که آمریکا و دولت آمریکا بر پایه اون بنا نهاده شده و این کلا این روند خیلی نگران کننده است. روندی که دولت ترامپ در واقع ادعا کرده که میخواد از مردم ایران حمایت کنه، ولی مردم ایران در واقع اینطوری قربانی این سیاست‌های خصمانه و تبعیض‌آمیز قرار داده. متشکرم آقای باطبی. 30 ثانیه اگر که ممکنه جنبندیتون. احسان عزیز، مسائلی میگن که اگر واقعا واقعیت داشته باشه بده، ولی ما میبینیم که امروز ایالات متحده اظهار نظر کرده در موردی که ایشون خانواده‌اش در
در واقع تامین سلاح حزب الله لبنان بوده، خودش در ادمین صفحه‌ای بوده که خواستار انتقام از ایالات متحده شده و ما در محتوایی که در شبکه‌های اجتماعی از ایشون دیدیم تایید کننده این وضعیت. در این شرایط به نظرم صحبت احسان عزیز فکر نمی‌کنم چندان درست باشه. متشکرم از هر دوی شما، احمد باطبی روزنامه‌نگار و احسان زاهدانی از نایاک. اما امروز ویدیوی در فضای مجازی منتشر شد که در واقع اجرای خصوصی مرغ سحر بود. استاد محمد رضا شجریان در این کلیپ همراه انوشیروان روحانی این ترانه رو میخونه. این اجرای 5 سال پیش در شهر ساکرامنتو ایالت کالیفرنیای آمریکا انجام شده برای کمک به مؤسسه خیریه محک و وبسایت خصوصی اون رو امروز منتشر کرده. برنامه 60 دقیقه امشب رو با این اجرا به پایان میبریم. فعلا شب خوش. هر شب من تا سحر در گوشه Oh.